عزیزان المشاهدین، اتمنى ان تكونوا بخير ان شاء الله. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نگار راهنما هستم، به کانال رسمی لنگویج خوش اومدید. امروز میخوایم یک پارت مهم در آموزش مکالمه عربی رو با هم مرور کنیم و اون هم معرفی کردن خودمون و توصیف ویژگی های خودمون هستش، گفتن اسممون، شغلمون، ملیت و محل زندگیمون و ویژگی های دیگه. اگر که به این موضوع علاقه مندید، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بچه ها، معرفی کردن خودمون شامل چند تا آیتم مختلف میشه و یکی از این آیتم ها و اولینش معرفی کردن از طریق اسممون هستش، یعنی اینکه اسممون رو بگیم یا اسم و فامیلمون رو بگیم. یه راهش اینه که بگیم اسمی، بعد اسممون رو بیان بکنیم، مثلا اسمی نگار، یا کامل ترش انا اسمی نگار، اسمی علی، انا اسمی علی، یا اسمی هدا، انا اسمی هدا. یا میتونیم خیلی محاوره‌ای تر و ساده تر بگیم انا نگار، انا هدا. از این فرم میتونیم برای گفتن اسم و فامیل هم استفاده بکنیم، انا نگار راهنما، انا اسم و فامیل. راه بعدی که میتونیم خودمون معرفی بکنیم، معرفی کردن از طریق شغل و سمتمونه، یعنی شغل و یا سمتمون رو بگیم. مثلا میتونیم بگیم انا مدیر و شرکه، یعنی انا و بعد شغلمون رو بیان بکنیم، انا معلمه. توجه داشته باشید که برای شغل‌ها باید بین خانم و آقا تفاوت قائل بشیم. مثلا انا معلمه، یا اگر آقا بخواد خودش رو به عنوان معلم معرفی بکنه میگه انا معلم. پس انا معلمه، انا معلم، یا انا مهندسه، انا مهندس، انا طبیب، من پزشک آقا هستم، یا برعکسش انا طبیبه، من پزشک خانوم هستم. یه شغل دیگه، مثلا انا بائع، من فروشنده آقا هستم، انا بائعه، من فروشنده خانوم هستم، انا طباخ، من آشپز آقا هستم، یا انا طباخه، من آشپز خانوم هستم. اگر که اسم شغل خودتون رو نمیدونستید حتما توی کامنت ها بپرسید تا شغلتون رو بهتون توضیح بدم. قسمت دیگه که میتونیم از طریق اون خودمون رو معرفی بکنیم، گفتن سنمون هستش، اینکه بگیم چند سالمونه. میتونیم از این فرم ها استفاده بکنیم، عمری، عدد سن، و نهایتاً کلمه سنین یا آلمن رو به کار ببریم. اگر که با عدد عربی آشنا نیستید، لینکش رو براتون اینجا میذارم، حتما بهش مراجعه کنید. عمری 23 سنین، عمری 73 سنین، عمری 9 عامن، عمری 30 عامن. وقتی داریم به زبان دیگه صحبت میکنیم، یکی از ویژگی‌های مهمی که تو معرفی کردن خودمون برامون به درد میخوره اینه که در مورد اصالت و ملیت خودمون صحبت بکنیم. این چند تا قسمت و جزئیات مختلف داره. اول اینه که در مورد ملیتمون صحبت بکنیم، این که کجایی هستیم در اصل. ممکن از همون بپرسن ما جنسیتوکا، ما جنسیتوکی، کجایی هستی، اصالتت مال کجاست. میتونیم بگیم انا ایرانی برای آقایون، آقایون میتونن خودشون رو به این روش معرفی بکنن. اینجا باز هم بین خانم و آقا تفاوت وجود داره، یعنی اگر خانم باشه میتونیم بگیم انا ایرانیه، من یک خانم ایرانی هستم، یا از اهالی کشورهای دیگه، مثلا انا ترکی، انا ترکیه، من ترکی هستم، اهل ترکیه هم، یعنی انا جابانی، انا جابانیه، انا کندی، انا کندیه. هر کدوم از اینها بین آقا و خانم بینش تفاوت وجود داره. قسمت بعدی اینه که بگیم اهل کجا هستیم. شبیه به همون جنسیت هست، ولی با این تفاوت که نوع بیانش فرق میکنه. از همون سوال میکنن که من این انت، یا من این انتی، جواب میدیم انا من ایران. دیگه تفاوتی نداره که یک آقا این پاسخ رو بده یا یک خانم، هر دو میشه انا من ایران. یا از کشورهای دیگه، اینجا باید اسم کشورها رو استفاده بکنیم نه ملیت ها. مثلا انا من کانادا، انا من جابان، انا من ترکیه. اگر در مورد اسم کشوری سوال داشتید که به عربی چی میشه، حتما توی کامنت بپرسید. قسمت بعدی اینه که بگیم من کجا زندگی میکنم. ممکن از همون بپرسن این تعیش، کجا داری زندگی میکنی؟ جواب میدیم انا عایش فی، حالا میتونیم اسم مدینه یعنی شهر نام ببریم، یا بلد، کشور.
انا عايش في ايران انا عايش في المانيا انا عايش في جابان انا عايش في امارات انا عايش في عراق. این از اسم کشورها. و انا عايش في اصفهان انا عايش في تهران انا عايش في باريس. پس تفاوتی نداره که اسم کشور یا اسم شهری که درش زندگی میکنیم و بگیم. قسمت بعدی برمیگرده به این که ما کجا به دنیا اومدیم. انا ولد تو فی، مثلا باز هم اسم مدینه شهر نام ببریم یا کشور بلد. انا ولد تو فی ایران انا ولد تو فی قطر انا ولد تو فی مصر انا ولد تو فی عراق. یه اسم شهر، انا ولد تو فی تهران انا ولد تو فی اصفهان انا ولد تو فی شیراز. اما ممکنه که ما یه جایی به دنیا اومده باشیم توی شهری و الان در حال زندگی کردن توی شهر یا یه کشور دیگه باشیم. حالا این میتونیم به چه صورت بیان کنیم؟ چند تا مثال میزنیم. انا ولد تو فی عراق ولکن الان عایش فی ایران. من در عراق به دنیا اومدم ولی الان توی ایران دارم زندگی میکنم. انا ولد تو فی مصر ولکن الان عایش فی ترکیه. من توی مصر به دنیا اومدم، الان دارم توی ترکیه زندگی میکنم. یا اسم شهرهای مختلف، انا ولد تو فی تهران ولکن الان عایش فی اصفهان. باز هم اگر در مورد اسم شهرها و کشورها سوال داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید. خب بچه‌ها، امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. انتهای این ویدیو پلی لیست مکالمه زبان عربی رو قرار میدم، حتما ببینید، میتونید که نکته‌های مهمی از مکالمه رو درش یاد بگیرید. و اگر که به یادگیری زبان‌های مختلفی مثل عربی، انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی علاقه دارید حتما کانال من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، علی روح بواسحه، الى اللقاء.